به طرف آرامگاه امام خمینی واقع در جنوبی ترین نقطه تهران. قداست این محل هر تازه واردی را به احترام و تکریم می کشند. تصاویر گویاتر از هر چیز دیگر. با طی کردن حدوداً 150 کیلومتر از تهران به ابتدای شهر قم می‌رسیم و با عبور از میدان مدخل ورودی این شهر راهمان را به طرف کاشان ادامه می‌دهیم. این شهر به لحاظ تولید مرغوب‌ترین فرش ایران و نیز عطرهایی از گل سرخ شهرتی خاص دارد. در فصل بهار و تابستان شهر کاشان در میان انبوه گلهای سرخ غرق می شود و بوی خوش این گلها فضایی غیر قابل وصف ایجاد می کند. جمعیت کاشان تقریبا 400 هزار نفر است. مسئولین شرکت ایران دوستان توریست برای عدم تغییر برنامه ریزی ها و در جهت هدف اصلی در چهارچوب زمان پیش بینی شده برای گردشگران عزیز ترجیح میدهند تا با عبور از کنار این شهر به طرف نپنز طی مسیر کنند. اما ظاهرا خستگی برخی از دوستان نیاز به تجدید نظر را الزامی می‌کند. اینجا برای توقف کوتاه مدت و گردشی مختصر انتخاب میشه. سرسبزی و معماری سنتی از ارکان غیر قابل تغییر کلیه شهرها و روستاهای این مسیر است. زیبایی چنین روستاهایی در تضاد بین خشکی محیط و فضای با تراوت درون آنها بهتر رخ می‌دهد. ماشین ها نیز نیاز به تغذیه دارند. در حالی که بنزین به درون باک می رود می توان نگاهی به اطراف کرد و شاید گپی کوتاه با همسفری زد. Thank you.
رفته رفته به شهر تاریخی نطنز می‌رسیم. شهری زیبا بر پهنه گسترده سهاری و کویرهای مرکزی ایران. همچون نگینی بریلیان در برگرفته شده بر انگشتری برنا. شهرستان نطنز به واسطه موقعیت جغرافیایی مساعد با دهستانهای سرسبز و حاصلخیز پوشیده شده و از طرف دیگر زیستگاهی طبیعی برای انواع پرندگان زیبا و چرندگان و حیواناتی بوده که امروزه کمتر از آنها اثری باقی مانده است. مسجد جامع نطنز به عنوان نمونه ی سبک معماری گذشته این شهر قنای جدید و شکوفایی
غیر قابل وصفی رسید، کماکان این اصل یعنی هنر در کنار زندگی و در میان آحاد مردم نتایجی شگرف به بار آورد. در اینجا نیز فرصت اندک رخ می نماید و شهر نتنز را با دیدنی های دیگری که وقتی برای بازدیدشان نیافتیم به سمت اصفهان ترک می کنیم. صفحه Und links sieht man Eingang zum Antwerpen Bazar. Und rechts die hohe Porte Palace, also Bakku Palace.